بیشتر از 5 ماه می شود که افغانستان در یک انزوای بین المللی به سر می برد. در کنار این که به لحاظ سیاسی در این انزوای سیاسی به سر می برد یا انزوای بین المللی، بحث بحران داخلی افغانستان نیز از چالش های دیگری است که مردم افغانستان هر روز رنج می برند و هر روز فشارهای فزاینده از ابعاد گوناگون بر مردم افغانستان تحمیل می شود. یکی از بحث‌های اساسی که در داخل افغانستان در محافل بیرون افغانستان مطرح است، بحث مشروعیت نظام است که در حال حاضر در کابل مستقر است. مشروعیت نظام طالبان که بحث‌های گوناگونی در این زمینه وجود دارد و طالبان یک روایت دینی و مذهبی خود را دارند ولی روایت‌های بیرونی متفاوت است. و هنوز هیچ دولت به رسمیت شناختن، هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختن، ولی تلاش ها از آدرس دیپلماسی و روزنه های دیپلماتیک جریان دارد. از سوی دیگر بحث مقاومت افغانستان هم یکی از مواردی است که قابل بحث است و نیازمند تأمل است و در این زمان چند دور گفتگو از 5 ماه گذشته به این طرف صورت گرفته است. دور نخست گفتگوها در زمانی که استادگی در پنجشیر صورت گرفته بود انجام شد که به ناکامی انجامی دور دیگر گفتگو که نیز شما هم در جریان بودید که در تهران برگزار شد و در اونجا هم بالاخره وزیر خارجه طالبان حضور داشت و با برخی از اعضای کابینه که در اونجا حضور داشتند، ولی در نهایت این مسئله به نتیجه نرسید. بحث دیگر همین است که چرا جبهه مقاومت با همین وضعیتی که وجود دارد با طالبان وارد یک بحث و مذاکره شدند. دیدگاه ها و پرسش های گوناگونی در این زمینه مطرح است، در حالی که پیش از این هم مذاکرات صورت گرفته بود منتهی به شکست شد و در حال حاضر هم این مذاکرات از قبل هم معلوم بود که چنین وضعیت صورت میگیره و به یک خروجی خیلی مشخص منتهی نخواهد شد این مذاکرات. اما در حال حاضر جریان جبهه مقاومت چی مطالبات اساسی از جامعه جهانی و از مردم افغانستان و چگونه تعامل و تقابل در حال حاضر با طالبان دارد و مانیفست اساسی این جبهه چیست و چی می‌طلبد؟ درود و وقت شما بخیر. من مبصر معروف هستم و در این برنامه آقای دکتر لطیف پدرام، یکی از اعضای جبهه مقاومت ملی، در گفتگو با ماست و با پرسش های من پاسخ خواهند داد. سلام جناب آقای دکتر پدرام، بسیار تشکر از فرصت شما. سلام و درود بر شما، متشکر از اینکه فرصت شد با هم گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنون آقای پدرام. شما وضعیت افغانستان را از داخل بررسی میکنید. یکی از مواردی که من پیش از مسائل مرتبط با جبهه و طالبان اینها بر بگردم در مورد بحث سقوط همین نظام جمهوریت قبلی بود که اشرف غنی به یک بارگی از افغانستان فرار کرد و این بستر را هموار کرد برای یک فروپاشی کلان ساختاری و سیاسی هم در بعد اقتصادی، اداری، نظامی، امنیتی. میخواهم بپرسم که چرا اشرف غنی از دید شما در آخرین لحظه از افغانستان فرار کرد و این همه مصیبت را ایجاد کرد؟ اول عرض بکنم که در این گفتگویی که با جناب شما دارم، من به عنوان سخنگوی جبهه مقاومت ملی حرف نمیزنم، یعنی سخنگویان جبهه مقاومت ملی در رابطه با گفتگوهای تهران و قبل از او و مسائل مختلف سخن گفتن. من هر حال دارم در کل عرصه بارزات مقاومت به خاطر ایجاد یک ساختاره که من بارها و بسال از بایش در بارش اندیشیدم و فکر کردم کار میکنیم. اما نکته اساسی در رابطه با این که چی اتفاقی افتاد و چرا آقای غنی اینگونه فرار کرد، من برحال مرمان رهبر کنگره ملی در خدمت شما هستم. البته تمام مرمان یک فعال سیاسی که برای آزادی کشور هم دارم کار میکنم. ببینید، من و شما لااقل در قبل از سقوط بحث مفصلی داشتیم در رابطه با این که چی وضعیتی داره اتفاقی افتاد. چند ما مثلا چند تا المان قطعی بود، یعنی اون کارشناسایی که آمدن گفتن به شمول همون 300 به شمول جلسه که روز سه‌شنبه داشتن آمریکایی ها سطح نظامی شان در آمریکا، روشن بود مسئله فساد مالی، فساد اداری، عدم سوی مدیریت و بحران های قومی که پیوسته به واسطه آقای غنی دامن زده بشود، یعنی در واقع نوع حمله و تهاجم علیه هویت‌های اقوام دیگر از بس تذکره الکترونیکی شروع تا جابجایی‌ها در ساختارهای قدرت دولتی، تغییر و تبدیل‌های سلیقه‌ای به میل آقای غنی و طیب خودش در
کل ساختار دولت، ساختارهای لشکری و دولتی و نظامی و اینا طبیعتاً و خیلی مصیبت های دیگه، فساد اخلاقی گسترده در داخل ارگ، ولی به طور کلی کمش برمیگرده به بی‌عدالتی اجتماعی سیاسی و غیره. اینا خب باعث میشد که این رژیم واقعا نتواند ادامه پیدا بکند، به اضافه اینکه متکی به یک قدرت خارجی بود. یعنی ریشه های این رژیمی که در ارگ شکل گرفته بود و آمدن در جریان یک انتخابات تقلبی این مسلط کردن ایشان بر ارگ، خب طبیعتا نمیتوانست مشروعیت برای آقای غنی داشته باشد. به زبان دیگر میخوام بگم که خود غنی و طیب غنی از جایگاه لازم در میان مردم افغانستان برخوردار نبودن، یعنی حداقل همون نفوذی را که برخی از تنظیم های جهادی داشتن و برخی گروه های سیاسی کلان یا خرد در افغانستان داشتن، این از اون هم بهره مند نبود. یعنی واقعا آمده بودن آمریکایی ها، گذاشته بودنش اونجا با چند تا پی پی اس که تحت فرمان خودش هم نبود، اون پی پی اس هم که رهایش کرد. خب طبیعتا با بحران کلان در افغانستان روبرو بود، خب یادم نمیتونه دفاع بکنه از اون. اما مسئله اساسی بود که کوشش کرد که و یک مرحله در قدرت بمانه، به خاطر اینکه مذاکرات دوحه خیلی طول داد در واقع، میشد با این گونه روبرو نشه، یعنی با این فروپاشی روبرو نشه، اما تا آخرین لحظات سعی میکرد که خودش در قدرت بمانه. اگر نشد که خوب میده تحویل میده به طالبان، کاری که آقای در آخرین لحظات کرد، یعنی همون برنامه‌ای که در اوایل حکومت مجاهدین هم تکرار شد، میخواستن به یک مقدار قدرت بدن، بعد دیدن که خب اول خودشان بمانن، اگر نشد به آقای قدرت باقا حکمت ها خودن تحویل بده، که نتیجهش اون فروپاشی وحشتناکی بود که در کابل اجرا شد و بحران که ما رو خب عوامل مطمئنی برای فروپاشی نظام و آخر سر هم باز کرد، تسلیم داد را برای جبهه های مقاومت در بقیه مناطق افغانستان شکل نگیره علیه حاکمیت قومی خودش. درست آقای پدرام، من یک پرسش حتما از سایر سیاستگران افغانستان است که مثلا آقای اشرف غنی شما گفتین خب پایگاه نداشت، جایگاه نداشت و نفوذ مردمی نداشت، افغانستان را ترک کرد، خوبی زمینه را به سر مساعد ساخت، ولی پرسش ما این است که ما این را میخواییم از شما مطرح بسازم، بعد از سایر سیاستگران هم میشه که این را مطرح بسازم، شما چرا افغانستان را ترک کردین؟ ببینید این سوال خوبی است. من در یک بحث با شما گفتم که در کنار موقعی که شما چه با بحران کلان خود رو برمان شوید، چه برمان شهروند، چه برمان حالا آدم های در مقام های مختلف دولتی یا ساختار های اداری، هر کس وظیفه‌ای دارد. البته شهروندی که وظیفه عمومی است، ما شهروندیم و حق داریم از مردممان و سرزمینمان آنچه حق است و عدالت از دفاع بکنیم. ما ببینید در یک جایی که یک انتخابات شده بود و ظاهرا یک رئیس جمهور را حالا تقلب به تقلب نکرده بودند، صلاحیت ها تقسیم شده بود. ببینید شما یک قوای مقننه دارن که اسمش پارلمان است، شورای ملی است، یک قوای قضاییه داره که نامش اون قوای قضاییه است و دیوان عالی و دادگاه عالی است که بررسی میکنه برای اینکه داوری بکنه اجرای حکومت. یک دستگاه دیگه دارن که اسمش وزارت دفاع ملی، نیروهای دفاعی ملی هستن که شامل یا همون قوای مسلح افغانستان است، شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی، به اضافه گروه های خیزش های مردمی و خیلی گروه های دیگری هم که ایجاد کرده بودن، قطعات مختلفی که داشتن. بله. در یک شرایط این گونه که یک دولت برآمده از یک انتخابات، من تاکید کردم تقلبی و با این عدم مشروعیت، ولی با حفظ این بحث و سر انجای دفاعی از وطن وظیفه اینها بود، من بارها میگفتم، ولی چون به دلیل بحران ساختاری که کل نظام با او روبرو بود، یعنی یک ساختار متمرکز غیر پاسخگوی فاسد که با وضعیت فرهنگ قومی افغانستان جور در نمی آمد، یعنی در واقع بر نمی تابد که من 20 سال تمام منتقد این نظام بودم و بعدش هم اتکای به یک نیروی که آخر سر گفتن که آمریکایی ها ما را فریب دادن. ما 20 سال میگفتیم آمریکایی ها فریب میدن، نمیدن، نداره، شما شما روی آمریکا تاکید کردید. ببینید اینا وظیفه دفاعی ملی بود، وظیفه نیروهای مسلح بود که از این رژیم پوشاله خودشان دفاع میکردن. وظیفه منی که من بارها در بحث با شما گفتم که من که نیروی مسلح نداشتم که دفاع بکنم. نه آقای شما برنامه یک است که اگر شما در کابل می بودید یا در افغانستان می بودید چه اشکال داشت؟ مثلا اگر شما هم می بودید، خب طالبان گفتن که ما عفو عمومی اعلان کردیم، شما هم اگر در کابل بودین از نظر طالبان شما هم شامل عفو هستین، خب چرا باید از کابل برید؟ چرا باید جای دیگر یا افغانستان را ترک کنین؟ اول که اطلاعاتی که من دارم و طبیعتا شما بیشتر از من داره، شب نیست، روز نیست که عده گرفتار نشوند از آدم های مربوط قوای مسلح، نیروهای مخالف، دیگر اندیشان، اینطوری نیست. اونا گفتن عفو کردن و به کسی کار نداره. ما مسلما با یک آدم مسلمان که حتما کار داشته، همین آقای جلال در زندان بود، تازه رهایش کردن و میبینید در میمنه همین اکنون شبانه دارن گرفتار میکنن، خانه به خانه میگردن، زندانی میکنن،
در خیرخانه در شمال کابل و خصوص با غیر خودی ها، منظورم با غیر پشتون ها، برخوردشان کاملا روشن است که چگونه دارن عمل میکنن، زندان میکنن، تحقیر میکنن، توهین میکنن. اون مسئله نبود، با وجود این مسئله مشکل نداشت. حالا من اون موقعی که کابل سقوط کرد من در شهر دوشنبه بودم. اگر در کابل بودم مسلما نمیبرآمدم بیرون. هر حادثه هم اتفاق میافتاد بودم و تعامل میکردم و باهاش روبرو میشدم. اما من حدود یک ماه پیش یا کمتر یا شاید 25 روز پیش من به خاطر مذاکرات دیگری از شهر کابل من بیرون آمده بودم. وقتی که اون بحث مذاکرات اسلام آباد که مطرح شد من از شهر دوشنبه رفتم. بنابراین من موقع در کابل نبودم. اگر بودم حتما به شما قول میدم نمیبرآمدم. میموندم و هر چه میشد میشد تحمل میکردم و میپذیرفتم و روبرو میشدم. خب آقای پدرام، شما میخواییم پرسشم از شما مطرح کنم که طالبا با لطیف پدرام چی مشکل داره؟ ببینید با من یک مسئله دارم، بعض بر سر عدالت قومی. من یک آدمی هستم طرفدار آزادی های فردی، طرفدار حقوق بشر. اون در واقع مسائل مبادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر حد اخر مطرح شده است. خب من طرفدار اونم. این اون چیزی که به وسیله این حرکت روزانه نقض میشه. ببینید ژورنالیست‌ها زیر فشارن، زنان زیر فشارن، مکاتب دخترانه زیر فشار از بسته است. دانشگاه ما به همین ترتیب این که بسیار روشن است. من به لحاظ فکری، به لحاظ ایدئولوژی، به لحاظ نگاه فلسفی جامعه شناسی به این جان با طالبان مخالفم. من دو تا جریان مخالف هست که بارها در صحبتات سالهای پسید هم گفتم که تنها یک موردی که بعضا موازی با هم مطرح میشه اون این بود که افغانستان در اشغال نیروهای خارجی است، در اشغال آمریکایی هست، برای همین با پیمان امنیتی آمریکایی ها رأی ندادن. بقیه که ما مسلمان با طالبان رودارو بوده. من همیشه میگفتم که نه طالبان و نه غنی، چون من انتظارم این بود که نیروهای ملی دموکراتیک وقتی که این افتادگی شروع می شود اینا به جایگاه یک دولت بتوانم طور بکنن که من گفتم باید حداقل شمال به تشکیل دولت می داد. طبیعتا با من مشکل داشتن، با من که از جهات مختلف سر زبان، سر تذکره، سر خراسان خواهی، سر تعویض نام افغانستان، خب سر خیلی مسائل دیگه، مسائل همین بحثای حقوق بشری هم مشکل داشت. درست. در حال حاضر آقای پدرام یک تلاش صورت میگیره که باید مذاکره صورت بگیره به نحوی با طرفایی که مخالف است، ولی این طرف هم من نمیدونم چقدر منسجم است یا امو اجماع را در میان خود داره در میان کسانی که به عنوان مخالفان طالبان به شمار میرود. مثلا منظورم این است که از زمانی که طالبان در وارد کابل شدن دو دور مذاکرات با احمد صورت گرفت، با احمد مسعود. یک دور هم در کابل صورت گرفت، در پنجشیر هم در تماس بودن، یک دور هم در تهران مذاکره صورت گرفت. به فکر شما احمد مسعود یا امی جبهه و امی جریانی که در حال حاضر است میخوان که آیا یک تعامل بکنن با طالبان، یا شما هم وارد تعامل هستید و میشوید، یا چگونه است بحث مانیفست اینها و روش تعامل اینها با طالبان؟ اول نگاه بکنید، مشخص بود که اون گفتگوهایی که در کابل شده بود نتیجه نمیداد و گفتگوهایی که بعدا میشد نتیجه داشتن. و مسئله وجود داشت این بود که آیا شما یک چیزی به عنوان اصل مذاکره قابل قبول است یا نیست. این اصل مذاکره که من میگم به عنوان یک کنسپت سیاسی میگم، همین الان که من میگم اصل مذاکره منظورم مذاکره با طالبان نیست، ولی ما خواهیم بگیم که این یک اصلی پذیرفته شده در امور سیاسی. شما به هر حال یک جاهای مجبور از مذاکره بکنه. اما اینکه حالا لازم بود با طالبان گفتگو شود یا نه، مذاکره شود یا نه، مذاکرات در چه ساعتی باید باشد، کی باید مذاکره بکند با اینا، در مذاکرات چیزی مطرح بشود، این اون چیزی بود که به هر حال سخنگویان جبهه مقاومت ملی باید پاسخ بگن و پاسخ خودشان هم گفتن. نه، موضوع شما چی است آقای پدرام؟ موضوع شما که به نظر شما باید مذاکره صورت میگرفت یا در این شرایط و با توجه به اینکه تازه بیرون شدن، آیا یک زمان مناسب به مذاکره بود؟ به نظر من به هر حال جبهه گفت، یک پیشنهاد کردن، شاید فکر بکنن که اونا پذیرفتن که به هر حال یک جبهه به نام جبهه مقاومت وجود داره. شاید از این نظر یک اعترافی از طرف طالبان بود به اینکه آمدن پذیرفتن که با چیزی به نام جبهه مقاومت ملی گفتگو بکنن. ولی خب میشد مذاکرات کارشناساتر از این باشه. من گفتم که سخنگویان جبهه مقاومت ملی در این باره سخن گفتن، ولی اینجا خب جبهه هم به هر حال یک برده داشت و اون این بود که آمدن و اینا میگفتن که ما مخالف نداریم، ما کسی مذاکره نمیکنیم، هر کی میخواد بیاد با ما تسلیم بشود، ما دولتی همشمولیم. ولی خب یک جمع آمدن مذاکره کردن. خب این برای جبهه به نظر من از یک جهت خیلی خوب بود.
درست. از نظر شما کسانی که مذاکره کرد در چی سطح بود؟ آیا محتویاتی که مطرح کردن برای شما و برای مردم در حال حاضر قابل پذیرش است و توانستن که یک دیپلماسی خوب انجام بدن؟ بحث ما با طالبان روشن است. حداقل ما در اون جاهایی که با جبهه مقاومت ملی، کنگره ملی ما با این جبهه رابطه داریم، یا به قیم مردم یا نیروهای مثل جامعه مدنی کابل، زنان اینا، حالا اگر ما مقاومت یک امر عمومی سراسری میهنی بگیریم، خود جریان های مختلف در میدان های مقاومت، این دخترایی که در کابل تظاهرات میکنن، این زنان اینا دارن مقاومت میکنن. حالا مقاومت متعلق به مردم افغانستان است. من میخوام بگم که هر جایی از این کشور که مردم صدایشان را بلند میکنن، خب دارن اعتراض میکنن، دارن مقاومت میکنن. خب این که حالا این در این لحظه چیزی مطرح شده، ولی چه مسلم است من تا جایی که در جریان هستم در داخل این فضایی که الان قرار دارن، بس ما این است که اون حکومت همشمولی که الان تحرک طالبان مطرح میکنن، لااقل برای همین جبهه مقاومتی که من میشناسم قابل قبول نیست. برای اینکه اونا بسیار روشن میگن که این حکومت همشمول همین هست که ما داریم. درک اونا از حکومت همشمول این است که تا ازبک هست، تاجک هست، الان آقای دکتر نظری را آوردن، مهم مقرر کردن، هزارها هستن. خب ازبک ها که هستن زیادن در میان طالبان، تاجک ها که معلوم است. رئیس داد ارتش دارن، آقای فصیح الدین است، جناب مولوی امان الدین است، فرمانده کلی خوب هوای خوب اینا هست، از ممکن است ترکمن ها، از اینا، از خیلی گروه های دیگه. درک رهبری طالبان از حکومت همشمول چنین چیزی است، درک من لااقل و ما از حکومت همشمول این نیست. یعنی این حکومت همشمول آدم هایی هستن متعلق به خود این جریان که وارد شده، خیلی اندک آدم های مثل آقای لطیفی، دکتر نظری که خب اینا طالب نبودن طبیعتا از اینا هستن. بله. برای ما مسئله مسئله تغییر ساختار هستن، یک ساختار غیر متمرکزی که قدرت را به صورت عمودی و افقی تقسیم بکنن. مسئله این که کی در کجا چی ماموریت داشته باشه، وزیر باشه 50-50 تقسیم شود، 10 تا سفیر و 10 تا سناتور، اینا حداقل چنین چیزی در جبهه مقاومت تمیز تا آنجا که من اطلاع دارم اصلا چنین چیزی مطرح نیست. بس یعنی بودن یعنی چی آقای پدرام؟ پایگاه نخواهد شد. هر نوع گفتگوی اگر بشود که به زودی احتمالا منشور هم منتشر خواهد شد، این است که طالبان به هر حال اگر میخوان گفتگو بکنن، کابل غیر نظامی بشود، از پایگاه در شمال، از سرزمین هایی که متعلق به مردمان دیگه است، خبدشیلی بکنن زیر نظر سازمان ملل، او هم برای ساختار یک دولت غیر متمرکز با چنین شرایطی گفتگو با طالبان هست، اون گونه که من میدانم در جبهه مقاومت ملی بحث این است، نه اینکه یک وزیر به ما بده باز ما بیایم خبری باشه، باز مهم باشیم، سفیر باشیم، نه. چنین چیزی، چنین نوع مذاکراتی و از این باب حرکت کردن اصلا در جبهه مقاومت بریم مطرح. بله، من یک مرامنامه از جبهه مقاومت دارم. همی موافق هستن شما کمی است این مرامنامه؟ اگر یک چیزی که همین چند روز پیش در مشهد منتشر شد، اگر اون باشن نه. ببینید تا من متعلیم در جریانم، منشور جبهه مقاومت ملی هنوز رسما منتشر نشده است. ساختار دولت، یعنی مقاومت ملی برای چی نوع دولت میخواد مبارزه بکنه؟ تا آنجا که من میدانم، جبهه مقاومت ملی برای ایجاد یک دولت غیر متمرکزی که قدرت عمودی و افقی تقسیم بکند، مردم در ایالت ها و ولایت ها تصمیم بگیرن، قانون گذاری بکنن، ساختار دولتی که مقاومت ملی که الان ما با موازات هم کار میکنیم یا در کنار هم کار میکنیم، چنین چیزی از کنوز رسما منتشر نشده. ولی این پیشنهاد مرامنامه آقای پدرام از طرف اعضایی است که مذاکره کرده خودشان با طرف طالبان. نه اتفاقا من همین ممکن فکر میکنم یک سوء تفاهم یا غلط فهمی شده است. این نکته را بگم بعد به اینجا برسم که اون در واقع طرحی که برای گفتگو با طالبان هست از طرف جبهه، اون هم منتشر نشده. برای من دو نمونه شو گفتم که هر شرطی برای گفتگو با طالبان این است که کابل غیر نظامی بشه، نیروهاشون از شمال بیرون بکنن، تا جنوب برن، هر جایی میرن اونجا بشه گفتگو کرد. حالا این بنوان یک بحث نظری مطرح است، اولا چی میشه بعد کرد، خوب یک چیز دیگه بمونه اونجا باشه. ولی اونقدر من میخوام بگم که آن چیزی که فعلا منتشر شده برنامه جبهه مقاومت ملی نیست، شاید عناصر از اون بحث باشه، در خیلی برنامه‌های دیگه میتونه باشه، ولی متن مصوب هنوز انتشار پیدا نکرد. احتمالاً تا یک کنفرانس خبری به وسیله مسئولان درجه یک منشور، مرامنامه، ساختار دولت و گفتگوهای صلح که چگونه باید باشد رسما اعلام خواهد شد. بنابراین من پیشنهاد میکنم که تا روز دیگه صبر بکنید، ولی این اون برنامه جبهه نیست، یعنی این مصوبه جبهه. خیلی ممنون، سپاسگزار. و بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه و دوباره برمیگردیم.
به ادامه برنامه خوش آمدید. بحث پرسش هایی که در پیوند به ساختار سیاسی افغانستان حکومت همشمول بحث مشروعیت در حال حاضر مطرح میشه که نیازمند تأمل از همه مشروعیت از دیدی ملی و از دیدی بین ملی و هم بحث حکومت همشمول و مسئله تنش هایی که در داخل افغانستان وجود داره. ولی آقای پدرام، ما یک مسئله را میخواییم با شما شریک بسازیم که در مورد همین موضوعی که شما گفتین منتشر نشده این مسئله. برخی از اعضای مذاکره کنندگان جبهه خیلی واکنش تند داشته، شما دیدید؟ بله، من در جریان هستم، منتها من اون مطلب که منتشر شده بود خواندم. من گفتم که حتی من در صفحه خودم نوشتم که اون اعلامیه مصوبه، اون برنامه مصوبه جبهه نیست، یعنی موضع رسمی جبهه که اینجا رسما در دفتر سیاسی تایید شده باشه نیست. ما حتی فرض، من گفتم در اونجا نوشتم که فرض نه، حتی این نگاه، حتی خیلی نکاتش درست باشه، حتی این برنامه درست هم باشه، ولی اون برنامه که دفتر سیاسی اوکی کرده باشد برنامه رسمی نیست. برنامه های رسمی که 3-4 تا سند است به زودی منتشر خواهد شد. به هر حال این شما که شما حتی نمیتونه که مو موضوع جبهه را بیان کنه، نمیتونه که شما عضو از عضوش، نه منظوریه که شما بالاخره مثلا گفتم مقاومت خون باهای مردم نجیب افغانستان است، شما این افاره شنیدین و من ادامهش را نمیخوانم. نه ببینید، من اینو خواندم در جریان هستم، برای که من به شما گفتم که من در صفحه نوشتم، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد و برنامه، چیزی که به هر حال در ایران منتشر کردن، برنامه گفتگو یا برنامه مشی یا در واقع منشور جبهه مقاومت ملی، این همین منشور مصوب دفتر سیاسی نیست که من عضو شدم، این همین منشور اونجا تصویب نشده، هنوز هیچ سندی رسما منتشر نشده. بر ما وقتی میگم رسما، یعنی اینکه مستقیما و رسما در سایت مربوط به جبهه مقاومت ملی که همین آقای مسعود رهبرش است منتشر شده باشه، تا حال نشده و قرار است در هفته روبرو 4 سند مهم منتشر بشود که احتمالاً یک جای و زبان مسئولان بلندپایه جبهه رسما احتمالاً در کنفرانس خبری نشر خواهد شد. بعد اونجا میبینید که من درست میگم. درست. خب آقای پدرام، شما گفتید در زمان سقوط در کابل نبودید و در خارج ماندید، اما من میخواهم پرسش مطرح کنم که اگر در کابل بودید یا کابل بیایید با امیرالمومنین بیعت میکنید؟ من اصلا با اصطلاح بیعت و خرید فروش و مال و معاشه که از بچگی مخالف بودم. ما که اصلا بحث بیعت نداریم، در جهان مدرن انتخابات است، مردم رای میدن. ولی بحث طالبان همین است دیگه، رای مثبت منفی مستنکف. نه، من به هیچ کسی بیعت نخواهم کرد، به هیچ احد من الناس بیعت نخواهم. در عصر جدید راست برنامه است، رفتن و رای دادن است. تمام، کسی رای گرفت رئیس حکومت است، اون رئیس حکومت است. بیعت یعنی چی؟ بیعت خود همین عالمای دینی مدرن هم قبول ندارن که این کلمه خرید فروش و بیع و بیعت کردن و اینا که چیزای مربوط به دوران دیگری بوده. خب اگه خراب کس بیعت بکنه، خب چرا شورا هست، چرا قانون اساسی هست، چرا انتخابات هست، چرا رای دادن هست، چرا شما در قانون اساسی میگین که رئیس حکومت یا نخست وزیر به واسطه رای مستقیم مردم انتخاب شده و کلا رئیسون سوری، یعنی اینجا ما رای دادن آمده به جای بیعت نشسته. شهروند یعنی این، در دوره‌ای که مردم رعیت بودن و تیول بودن و بیع و بامشتن و خرید فروش میشدن به عنوان کنیز، شاید برای اونجا ممکن کسی به کسی بیعت میکرد، اما در این جهان مدرن که کسی به کسی بیعت نمیکنه، در این جهان مدرن اصلا انتخابات برای فردی است، برای انفرادی است. ما شهروندیم، شهروند بیعت نمیکنه، شهروند رای میده. بنابراین نه، من بیعت نمیکنم با هیچ کسی، امیرالمومنین غیر امیرالمومنین، هر کسی دیگه در این جهان بزرگ. ولی آقای پدرام، تفاوت شما همینجاست و بحث اساسی که به لحاظ اندیشی سیاسی و مبانی علم دولتداری شما تعارض دارید همین است که خب مبانی مشروعیت نگرش های متفاوت وجود دارد. طالبا بحثش این است که مبنای مشروعیت ما میشه که از بحث عمو بیعت بر بگرده یا همو شورای حل و عقد است که بالاخره همونجا بحث بیعت مطرح میشه که از اینجا من با زبیلای مجاهد گفتگو کردم، گفتن که مبنای مشروعیت ما اینجاست، ولی شما خب بحث رأی و انتخابات این موارد را مطرح میکنین. حالا بحث مشروعیتی که در حال حاضر برای دولت طالبان مطرح است چگونه است؟ از نظر شما که چی باید صورت بگیره؟ شما چی میکنید؟ از داخل چی کنن مردم و خود طالبان چگونه است بحث مشروعیت ملیشان؟ البته نکته خوبی را مطرح کردید، واقعا سوال بسیار پرینسیپل علمی هم هست، سوال خوبی را شما مطرح کردید. ببینید، تا
طالبان که مشروعیتشان از کجا خواستن بگیرن؟ اول مشروعیت عمومی ندارن. یک بار من توضیح بدم خیلی به اختصار، مشروعیت موردی هم ندارن. نه اینا نتیجه نه شورای حل عقدن، نه نتیجه برآمده از یک انتخابات دموکراتیکن، نه برآمده از امور یا جرگه عنعنوی در واقع جعلی مسخره دیگه که خودشان با او عادت دارن. از هیچ کجش کدام نبرآمده، یعنی همون یا جرگه ساختگی دروغی هم پشت سرشان نیست، مشروعیت انتخاباتی هم نیست، شورای حل عقد هم پشت سرشون. اینا آمدن قدرت غصب کردن. حقیقت قضیه همین است. پس مشروعیت ندارن. یکی اوچار از هیچ حیثیه. ولی حاضر جهانی هم که کسی هم به رسمیت نشناخته. خب باز مشروعیت ندارن. مشروعیت جهانی هم ندارن. حالا میگیم سر مبانی که نو میگن که ما مبنای مشروعیت ما از تفکر دینی میگیریم. و مثلا پدرام مبنای مشروعیت میگه رأی مردم است مبتنی بر اصول های دموکراتیک و قانون اساسی و هر چیزی در این جهان به در تنی بر حق شهروندی و رأی دادن و استقلال فرد. ببینید شما، من امیدوارم این سوء تفاهم نشود. ما یک اسلام نداره، ما چندین اسلام داریم. وقتی که ما میگیم یک اسلام نداریم یا میگیم یک حقیقت نداریم، چندین حقیقت داریم، معناش این نیست که حقیقتی وجود نداره یا اسلام وجود نداره. ولی شما یک اسلامی دارین، یک دینی دارین، یک متن مقدسی دارین، قرآن شریفی دارین که لوح محفوظ است و نزد خداوند متعال. شما یک اسلام دارین که میاد جاری میشه بر زبان پیامبر، جاری میشه بر زبان بزرگان، بر زبان محدثین، مفسرین. اینا این یک اسلام دیگه ای هست. یک متن مقدسی دارن که مسکوت است که هنوز کسی دیده نشده. اما وقتی شما میاد یک متن تفسیر میکنین، تفسیرها با هم روبرو میشه. آیا واقعا تفسیری که الان در کابل بعضی از بزرگان و معززین طالبان دارن که مدعی هستن که عالم دین هم هستن، واقعا تفاسیرشون همون چیزی است که نزد خداوند است؟ این همون متن مقدس است؟ یا اینا یک تعبیری دارن از قرآن شریف، تفسیری دارن خودشان و ده ها و صد ها تفسیر دیگه وجود داره؟ شما ببینید از همین دینی که الان در اسلام در افغانستان است که ما هم الحمدلله مسلمان هستیم، ببینید در یک تفسیر از این دین مثلا ببینید آقای ملا عمر بیرون بیاد، آقای ملا هیبت الله بیرون بیاد، همین گروه های ایجاد می شوند که میرن براشان مراسم میگیرن که عمل انتحاری پسندیده است و برنامه می گذارن و تمجید می کنن عمل انتحاری. اما همین اسلام یک کسی مثل مولانا جلال الدین بلخی را به دنیا عرضه می کنه، مثل سنایی را عرضه می کنه، مثل عطار عرضه می کنه. همون اسلام است. یک خروجیش گروه های انتحاری است، یک خروجیش عطار است، یک خروجیش مولانا است، یک خروجیش سعدی است، یک خروجیش سرایی. چرا چنین چیزی است؟ برای اینکه این اون متن است که در اختیار ما است. یکی دین است، یکی دینداران هستن، یکی تفسیری از دینه. اینا یک تفسیری از دین هست، یک قرائتی از دین هست، قرائتی که من گفتم اونجا میان از انتحاری ها تمجید میکنه، یک قرائت دیگری در همین روزگار در همون شهر کابل از این وجود دارد که اینا تحریم میکنه. بنابراین مبانی مشروعیتشون قطعیت ندارد. قطع یعنی چی؟ در علم اصول فقه وقتی به مرحله رأی قطعی میرسیم، به مرحله قطع میرسیم، اونجا مبانی یا فرم استدلال شک بردار. فرمش ها بسیار مهم است. مبانی یا فرم استدلال طالبان برای اینکه میگن مبنای مشروعیت ما یا حتی خود شورای حل و عقد شورا مشروع است، مبنای فقهیشان چی چیزی است؟ برای همین اینا یک اسلام، اینان یک اسلام همون جمعیت اسلامی است، یک اسلام حزب وحدت است، یک اسلام حزب آقای حکمتیار است، یک اسلام حزب آقای گیلانی است، یک اسلام مردم دیگه. اون اصل اسلام، اون دین که محفوظ است و اون این که به هر حال تفسیر شده، اون که تفسیر نشده بود، خود پیامبر میگه خدا علم مرا زیاد بکن. یعنی یک جاهایی هست که خداوند خودش میدونه، الغیب عند الله، اون تفسیر هم نزد خدا است، اون قرآن و متن هم نزد خدا است. مگر اینا از کجا میخوان بگن که این دینی که این اسلام و این تفسیر این مشروعیت همین است که ما میگیم؟ نه، این خودشان هم باید بدونن که به لحاظ فقهی، به لحاظ مبانی این بحث اشتباهی است. بنابراین بحث شورای حل حق هم از این بابت بحث اشتباهی است. یعنی به چه مبنای شما میگین که این چند تا آدم که به عنوان ملا آمدن در شورای حل حق، تفسیرشان از قرآن تفسیری است که نزد پیغمبر و نزد خدا در لوح المحفوظ وجود داره؟ بنابراین اصلا مشروعیت نداره. حقیقت خزیه برای همین چون متن مقدس متن نیست تو قطعاً بتونی تفسیر بکنی، بشریت آمده قانونگذاری کرده، گفتن نه، متن مقدس در جای خودش ما از طریق انتخابات، از طریق شورا، از طریق قانون اساسی تعیین میشه. درست. چون ما اون متن مقدس به قطعیت نمیفهمیم. اگر جامعه دینی است، در چارچوب جامعه دینی میکنه. امر دینی دین مؤخری بر امر دینی است. امر قدسی قبل از امر دینی است، قبل از دینه. خب من نمیدونم این طالبان چقدر به این مسائل آگاه هستند یا نیستند. میگه این مشروعیت ما همین است،
شورای حل نداره. شورای شورای حق چون تفسیر ما این گونه از اون تفسیر داشته باست تفسیرت غلط تو رو تفسیر میکنی من یک جور دیگه. برای همین هم میگم چند تا اسلام بودیم. خب آقای پدرام، حالا شما با چنین تفسیری روبرو هستین، با چنین مفسرین یا با چنین نگرش سیاسی یا دینی در کابل روبرو هستین، ظاهرا چیزی که شما مطرح میکنین و روایتی که شما کردین از این توضیحاتی که راه کردین در مورد امو توجیهی که طالبا برای مشروعیت خود داره، یعنی شما از دید مبانی با این طرف با طالبا مخالف هستین و سازگاری ندارید، اندیشه های شما کاملا با طالبا در تعامل قرار نمیگیره، یعنی آشتی پذیر از دید مبانی شما نیستید با طالبا، پس چگونه بحث مذاکره و گفتگو مطرح میشه؟ مبانی من در درکم از این من برمان کسی که پدر و پدر کلان من عالمان دین بودن و قاضی بودن، همه قبیله من عالمان دین بودن، من برمان کسی که از سن خیلی کودکی من علوم دینی رو خواندم نزد پدران و نزد بزرگا و بعدا در حد توان خودم تأثیرات دارم کاری کردم، من به لحاظ مبانی هم با اینو از این حیث هم با اینو مخالفم. به لحاظ مبانی مدیریت مدرنیته و قانون اساسی و رأی عقلانیت مدرن که طبیعتا زمین آسمان فاصله داره. درست. از هر دو مورد برای ما فرق میکنه. درک من از این، درک من از متن مقدس با درک این از متن مقدس به کلی متفاوت است. درک من از یک شورای به نام حل عقل با درک از اینا متفاوت. بنابراین مبانی ما هیچ کجا با هم جور در نمیاد. در حقیقت قضیه این است. همین سخت است که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم. خب پس شما چگونه تعامل میکنین، چگونه گفتگو میکنین، یا حداقل طرفدار گفتگو نیستید، یا موضوع شما مشخص چیه در باب تعامل و گفتگو؟ من مبانی نظری و تئوریکش دارم میگم. ولی خب شما به لحاظ سیاسی یک جای میخواین یک جای جنگ نشه آتش بزنی، شما یک بحثی به کلی دیگه است. یعنی من وقتی میگم گفتگو میکنیم باید این مبانی رو قبلا بگیم، یعنی ما با این آگاهی با هم روبرو بشیم، یعنی با این آگاهی که حقیقت مطلق در جیب هیچ کسی نیست و نباید قطع بکنیم که رای همین است که ما میگیم و تمام. اگر چنین چیزی باشه مسلما گفتگو نخواهد شد. بنابراین اگر اون حدود گفتگو مطرح میشه و در چارچوب نظریه های سیاسی است که شما حتی وقت مبانی هم نداره ممکن است یک مورد حال بین سر آتش بس جنگ بکنید، ممکن است سر مبانی با هم کنار نیایید، یا سر فلان مثلا بیان با هم گفتگو بکنید که مثلا امسال بتوانند برای کودکان آمپول پلیو بزنن که فلج نشه. خب حالا جنگی نیست که گفتگو شب آقای پدرام، بعض در مورد سیاست است و در مورد قدرت سیاسی مطرح میشه، اگر شما به لحاظ مبانی بس شما تفاوت بوده باشه. نه منظور این است که چی در میدان های جنگ چی در میدان های سیاست، تن زر جای بخواید مبانی مسلما مد نظر است و هر کس با مبانی خودش ما وارد بشه برای این بحث برای گفتگو. برای همین نه منازعات خیلی وقت سخت میشه از این بابت، به دلیلی که مبانی بعضی وقت با هم بسیار فاصله می داشته باشه، که شما باعث نیروهای ملی و دموکراتیک بین هم اختلاف داره مبانی نزدیک است. اگر برمان جریان های از این دست و طبعا مبانی بسیار با هم دور میشه، شما نمیتونین مبانی دیوبنده را با مبانی مکتب بخارا و نمیدانم امام بخاری و اینا بخواین، این دو تا مکتب فکری متفاوت است. حداقل در همین جایی که من هستم این مبانی در مکتب بخارا با مبانی در مکتب دیوبند بسیار متفاوت، حتی به لحاظ تاریخی و به لحاظ منشأ قبلی. درست. آقای پدران، شما تحولات داخل افغانستان را دنبال میکنین، شما دیدتان متفاوتر است، ولی در داخل افغانستان یک بحثی است که زنا اعتراضات بسیار زیاد داره، یا امو دادخواهی دارن، آزادی خواهی دارن و بحث برابری و حقوق خود را که مطرح میکنه، از دید شما این اعتراضات و این دادخواهی و این استادگی چگونه است؟ به نظر من بخشی از همه استادگی ملی و سراسری از ببینید زنان بخش از این جامعه هستن، شهروندان این کشور هستن. وقتی میان میگن که ما نان میخواهیم، کار میخواهیم، گرسنه‌ایم، وظیفه میخواهیم، خدا را مطالبات انسانیشان را مطرح میکنن، میگن که ما خودمان حق داره بر رجاب خودمان حاکم باشیم، خودمان انتخاب میکنیم چگونه در یک جامعه اسلامی زندگی بکنیم. خب این حق فردی است، در همون قانون اساسی نیم بنده که همون رژیم غنی هم داشت، در همون قانون اساسی هم ایران آمد، حالا با محدودیت هایی در زمینه خیلی اقوام و گروه های دیگر دارن. این حق مسلمشان است و اینا خواست های مدنی است، خواست های شهروندی است، خواست های درست است، اما از این خواست ها حمایت میکنیم. حتی اگر اینا در کنار جبهه مقاومت هم نباشن، به هر حال مردم افغانستان مردم این سرزمین هم و خواست هاشون متفاوت است و هر جای ما تشخیص بدیم که خواست درست است مسلما حمایت خواهیم کرد. این چی برای افغانستان باشه، چی برای کردستان باشه، چی برای عراق باشه، چی برای آفریقا باشه، چی برای نمیدانم بلکن فاسور باشه، فرق نمی کنه. برای بسیار سپاسگزارم آقای لطیف پدرام، رهبر کنگره ملی افغانستان.
متشکرم، و تشکر از شما. بینندگان ارجمند، بحث های مرتبط به بحث مرامنامه جبهه که مطرح شد، بحث مشروعیت که خوب از دید مبانی اسلامی و از دید مبانی ارزش های مدرن چگونگیش مطرح شد، و در این زمان حقوق زنان و بحث آزادی هایی که در این اواخر مطرح می شود، و در این زمان چگونگی یک ساختار که بتواند بحث پلورالیسم قومی در افغانستان را پاسخگو بوده باشه و عدم پاسخگویی به این مسئله و سرکوب این مسئله از دید آقای پدرام آنچه که اشاره کرد میتونه که هشدار بوده باشه در آینده بعد طایفه های گوناگون. از هم به شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.